یاد و نام آفریدگار بزرگ، با داستان دیگری از کانال باتیس در خدمت شما عزیزان هستیم. این داستان شعر شاه. در روزگاران قدیم شاهی بود که شعر و شاعری را خیلی دوست می داشت. او همیشه با شاعران دربار همنشین می شد و سروده های آنها را می شنید و لذت می برد. یکی از روزها که شاه در اتاقش تنها بود، یک دفعه احساس کرد حالی به او دست داده و می خواهد شعر بگوید. خوشحال شد و با خودش گفت: مگر من از بقیه شاعران چه کم دارم؟ من که شاهم و همه کاری می کنم. پس بهتر از شعر خودم را هم بگویم. شاه بعد از این قلم و کاغذی آورد و همه ی آن چیزهایی را که به خیال خودش شعر بود روی کاغذ نوشت. وقتی کار تمام شد، دستور داد که شاعر بزرگ دربار را به حضور او بیاورند. به این شاعر بزرگ ملک الشعرا می گفتند. ملک الشعرا آمد. شاه با دیدن او شادی ها کرد و گفت: می دانی امروز در قصر چه اتفاقی افتاده است؟ ملک الشعرا گفت: نه قربان، چه شده؟ شاه گفت: من شعر گفتم، یک شعر زیبا که صد شاعر این روزگار هم از گفتن آن ناتوان است. ملک الشعرا به فکر فرو رفت و گفت: باید هم چنین باشد، شعر شاه هم باید بهترین باشد. اجازه می دهید شعر را من بخوانم؟ شاه با خوشحالی گفت: چرا که نه؟ این افتخار برای تو بس که اولین کسی هستی که شعر شاه را می‌بینی و می‌خوانی. ملک الشعرا نوشته شاه را گرفت و خواند. ولی از آنچه که دید غرق حیرت شد و زبان در دهانش نچرخید. شاه گفت: چه شد؟ از زیبایی شعر من ما تو حیران شده ای؟ ملک الشعرا که مرد دلیری بود گفت: قربان، از کار شما ما تو حیران شدم که به این کلمات میگویید شعر. شاه به او گفت: چطور مگر؟ از شعرم بالاتر است؟ ملک الشعرا گفت: خیر قربان، قدر و قیمت شاه از این کلمات خیلی بالاتر است. شما باید شعری بگویی به زیبایی و بزرگی شاهان. شاه که آرام و قرار نداشت گفت: با همه این حرف ها من نفهمیدم که شعر من خوب است یا بد است. ملک الشعرا گفت: شعر خوبی نیست، شعر شاهانه نیست. شاه تا این سخن را از بزرگ شاعران دربار شنید فریاد کشید: بیایید این مرد را به اخیه ببرید. اگر چند ما در آنجا بماند می فهمد که شعر شاه یعنی چه. ملک الشعرا را گرفتند و به اخیه که همان طویله بود بردند و در آنجا زندانی کردند. در این میان وزیر و درباریان هم بیکار ننشستند. آنها به حضور شاه می رفتند و از او می خواستند که ملک الشعرا را آزاد کند. شاه هم در جواب آنها می گفت: مدتی صبر کنید. در روزهایی که ملک الشعرا در طویله زندانی بود، شاه سخت مشغول شعر گفتن بود. او می‌خواست شعرهای بهتری بگوید که با آمدن ملک الشعرا آنها را بخواند و به همه نشان بدهد که فقط شاه نیست، شاعر هم هست. بعد از چند روز رفت آمد و خواهش و التماس درباریان، ملک الشعرا را از زندان یعنی همان طویله بیرون آوردند. او که در زندان خسته و افسرده شده بود، یکی دو روز استراحت کرد و بعد به حضور شاه رسید. شاه با دیدن او گفت: امیدوارم در زندان یاد گرفته باشی که شعر شاه یعنی چه؟ ملک الشعرا به شاه گفت: بله قربان، در آنجا خیلی به یاد شاه بودم. شاه گفت: خوشحالم، ولی بدان من هم در این مدت بیکار نبودم و شعر گفتم، شعرهای بهتر از آن شعرها. ملک الشعرا جواب داد: بخوانید قربان، دوست دارم بشنوم. شاه با آب و تاب شعرش را خواند و ملک الشعرا با آرامش و خونسردی گوش داد. شاه پرسید: خب چطور بود؟ این شعرها زیباتر از آن شعرها بود نه؟
ملک و شعرا به فکر فرو رفت و بعد گفت: قربان، می روم به همان اخیه. بله دوستان عزیزم، اگر کسی حرفی زده باشد و کاری کرده باشد که نخواهد به هر دلیل از سخن و کارش بازگردد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود. دوستان عزیزم، امیدوارم از این داستانم لذت برده باشید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید.